صحنه انتخابات در افغانستان صحنه خیلی مردونه ایه. ولی چی میشه اگه یه زن رئیس جمهور افغانستان باشه؟ در ساعت 5 عصر سفر میکنیم به افغانستان با آپارات. سلام، حسن سرخچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچکی آپارات. این روزها تب انتخابات در افغانستان خیلی بالا گرفته و طبق معمول زنها هم که معمولاً سهم کمی در اداره جامعه دارن به مشارکت در انتخابات و رأی دادن تشویق میشن. ولی آیا زنها در یه جامعه سنتی مثل افغانستان امکان و شانسی برای رئیس جمهور شدن دارن؟ سمیرا مخملبا، فیلمساز جوان و شناخته شده یه ایرانی، بعد از موفقیت‌های جهانیش با دو فیلم سیب و تخت سیاه که در ایران ساخته بود، بعد از سرنگونی طالبان در افغانستان به این کشور رفت و در همین زمینه فیلمی ساخته. 5 عصر که عنوانش برگرفته از شعری از لورکا، شاعر پرآوازه اسپانیایی هست، برای سازندش دومین جایزه ویژه هیئت داوران رو از جشنواره کن به همراه آورد و حضور موفق در جشنواره‌های جهانی فیلم داشت. سمیرا مخملباف، کارگردان این فیلم در سینمای کوچکی آپارات با ما هست این هفته. خیلی خوش اومدید خانم مخملباف برنامه این هفته ما. قربان شما، مرسی. فیلم 5 عصر رو به اتفاق شما و بینندگان ببینیم و بعد دربارش با شما صحبت میکنیم. فیلم رو ببینیم. استغفر الله خدا علی از این نام را در بیارم.
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن استغفر الله ربي واتوب استغفر الله ربي. دختر مکتب باید با لباس سیاه و چادر سفید ملبس باشه. نقره چرا تو کالای رنگ پوشیدی؟ مدیره چی علتش است بچه؟ مدیره سر ما پدر مگه من لباسای سیاه بپوشم دو میزنم مرا نمیمونه مکتب بیم. چرا نمیمونه بچه؟ نه مرا اجازه نداده که من مکتب باید بیم. دختر یا زن باید مکتب نخونه. چرا نخونه؟ بشینه. از طرف وزارت معارف بر ما اطلاعیه آمده که در ارتباط به اینکه کدام شاگرد میخواهد در آینده کدام رشته را انتخاب کنه و در آینده میخواهد چی شود. فرضاً شاگردایی که میخواهند در آینده معلم شوند دستای خود بالا کنند. تشکر. دستایتان پایان میکنین و حال نوبت میرسد و شاگردایی که در آینده میخواهند انجینیر شوند. لطفاً به جای خود استاده میشن. و شاگردایی که میخواهند در آینده به مملکت خود به مردمش خدمت شایان را انجام بتن و دکتر شوند، اونا کیا هستن؟ استاد شوند لطفاً دکتر صاحبای آینده. بفرماین بشینین. شاگردا گپ بسیار مهمه که از ایست که کی میخواید در آینده رئیس جمهور شود، رئیس دولت افغانستان شود. شاباس. شدنی است میشه. چادری اولاد تا ابد برادر نمیمونه. چادری هم از بین میره، اولادم آخر نیاخت بزرگ میشه. فامیلی تو اصلا تاریخ هم متعلق نکردی. در تاریخ یک دفعه تاریخ هم متعلق که تو از تاریخ چی میشنوی فامیلی؟ تو را که مادرت نمیمونه و پدرت نمیمونه است با گیر پدر تو میترسی میایی پتو کده کتل کالای رنگید میایی به مکتب. چطور حال میتونی یک دفعه بری رئیس جمهور خودم قرار کنی؟
است که عقل، ذکاوت، هوشیاری، دلیری داشته باشم، خدا خود تصمیم خود میگیره. من میگه کدام متل شنیده باشم، میگه واگور تناگور. من تصمیم خود به خود گرفتم، نه به فامیل خود، نه واقع فامیل ما. من کس نشتیم که مثلا که مادر خود بشینیم یا که خور برادر. ما مردم مسلمان هستیم، ما نمیتونیم، دین ما اسلام است. هیچ وقت نمیتونه یک دختر اسلام بخیزه یک دفعی رئیس جمهور خود را مقرر کنه. در افغانستان کدام دختر عزیزی که رئیس جمهور شده؟ سعیست که بایدن خدا بالا کنه. بی بی آیشه که زن بی بی آیشه میگی مرد میتونه که رئیس جمهور شود، اما زن نمیتونه. اینه ما که بد بیختیم. اگر من پدر خود از دست دادم، اگر برادرای خود از دست دادم، از دست حکومت مرد شد، عادت حکومت زن نشد. چرا رئیس جمهور شده نمیتونه؟ من پر چند سال در پاکستان بودم، اونجا بی‌نظیر بوتو ریاست جمهوری رو به عهده داشت. در هندوستان رئیس جمهورش یاد شما نیست که یک زن بود؟ اندرا گاندی خو این گپ نگفت، حتی نسل به نسلش میتونه ریاست جمهوری کنه، به خاطر ازی که گپای خوب میگفت، منفعتش برای مردم میرسید. ما را چی بدگم مملکتا؟ ما از اصل از مملکت خود گپ میزنیم، از خود از افغانستان گپ میزنیم. اگه بی‌نظیر بوتو میگید که بی‌نظیر بوتو هم دستر پاچاییشش طالبا را به میان آورد، خودش سیاسر بود، خودش دختر بود، مگر برخلاف دخترها برای ما روان کردن، طالبا را روان کردن و برخلاف ما. بی‌نظیر بوتو افغانستان در داد، وقتی که بی‌نظیر بوتو در سر چوکی ششتک طالبان را به میان آورد، چطور طالبان آمده که برخلاف دخترها یک حکومت را ساخت، حکومت افغانستان در داد. هر کس از خود یک تحلیل داره. افغانستان نه، افغانستان میتونه داینده یک رئیس جمهوری زن داشته باشه، میتونه که یک رئیس جمهوری زن داشته باشه، به خاطر که این به علمیت، به شخصیت یک انسان تعلق داره. عقل زن کمتر میباشه از مرد کده و شجاعتش هم از مرد کده کمتر میباشه. برابر یک مرد است. تو بر خود عقلت، بر خود عقلت زیاد است، مگر بردگاه عقل تو بسیار کمه. احساس سعیست این دو گفره که تو میزنی به نظر خودت سعیست، اما من امیال سر مردم افغانستان اگر یانن من رئیس جمهور باشم، اینقدر باید مهربان باشم که من مثل چی وار برتان بگویم دیگه، مثل مادر وار شاید من برای مردم افغانستان خود خدمت کنم. اگر یانن من خنده نکنم، نه من خنده نکنم، گریه کنم، تمام شاگردان متاثر میشن و آنها هم گریه میکنن. فهمیدی؟ غم را که من دارم نخواد غم بی پدری و بی مادری و بی بیادری را هیچ کس درک کده نمیتونه. فهمیدی؟ و غیر من که حالا و بدل من که من او درده من درک کدیم. فهمیدی؟ پدر خود از دست دادم، برادرای خود از دست دادم و حالا بسیار ما در مشکل زیاد قرار داشتیم در کابل. ظلم که سر زنها در افغانستان بود، ظلم که مثلا زنایی که وظیفه داشت کلش از درس، تعلیم، زنها وظیفه چارچوب خانه نشستن و هیچ کار برشان زمینه مساعد نشد که کار کنن. ظلم را که زنها دیدن، ظلم را که دخترای افغانستان دیدن، بخصوصا ما خود ما از درس تعلیم پس ماندیم. اگر یعنی طالبات افغانستان نمی بود، ما صنف نوی مکتب می بودیم. Amen.
آماده نباشی. دولا رو بگی برو او بیار. چای او خشک شده. نه. لیلوما. هشوارت پرسان کدی؟ هشوارم زیاد پرسان کدم خوب معلوماتش نشد. نامت خیمه چه تو کنم؟ شیرم هم خشک شده. شیر ندارم که برازی بتم. یام از گشنگیام میمره، از بیدوایام میمره. خیمه چه تو کنم؟ پیش دکتر ببریمش. در غمش بخو پاپا که میمره. دوست ندارم در این رابطه از ما سوال کنی. چرا دوست نداری؟ که حالا ما میخواییم همون زندگی عتیق کنم. سیاست با ما چیز نمیده. خب چطور باید تو بفهمی که رئیس جمهوری در پاکستان زن بود یا مردی قدر وقتا رو تو در پاکستان گذاشتن دی؟ نخواهی ما که بفهمم در تو چی میشه یا اینکه ما بگم به تو چی میشه و یه چیز در زندگی از ما چی تاثیر داره؟ ما علاقه دارم که بفهمم رئیس جمهوری پاکستان مرد است یا زن. خب از کس دیگه میتونی سوال کنی؟ ما دوست ندارم که از ما سوال کنی در رابطه با سیاست. خب شما هم مادر نمیفهمین که رئیس دولت نیست. سقیلدار بودم تمام روز بازارا گشت و گدایی میکردم. جوان بچی من کلته شد. دیدان سقیل دارم یک عروس جوان دارم. ما قلم به دست نبودیم که روز تا شما از خبر میگرفتیم. ما بیچاره را کس یاد بنیاد نمیکرد. نای مادر مشمونی بنده خدا ایسیا بخت چهار تا بچه داشتی. یک دنیش هم که در جنگ روسیه کشته شد، یک دنیش هم که در زمان طالب، یک شم در زمان مجاهدین. حالا هم یک ما تانا منده مال سرورد از ایر سلکو به نمی از سیاست بوده. ما دیگه در سیاست کار ندارم. دینام مرا تومت میگیرین که مرغ مرا بکن. این دقیق تخم بود که من ایره کلان کردم. من آنه اشکم خودا گرفتم در این مرغ دادم. ایره کلان کردم. ایره کلان کردم مرا شما میگید بتن. بخشی بتن. چرا دروغ میگی مرغ از تو نیست؟ من بیزر سفید دروغ میگم. تو که من بیزر سفید دروغ نمیگم. ما
من خود کلامش کردم اینا ما شمار اینجا جای دادیم شما مرغ زن بیادر من میگیرین او طفل مریض داره شما چرا این کارو میکنین بت مرغ مرا برات باشه که وای باشه که وای قشم مخلص که چرت دادم من وقتی با خانه میدینم مرغ مرا تومت میکنه من یک قرار تو چگه کتیش کردم یک ریز دیگر ما کتیش کردم این قرار قسم مخلص که مرغ میتاده کاکا جان بای قبول نیستم مرغ دی ماده تو مرغ دی ماده دی ماده دی ماده ای دختر ای دختر در کدام مکتب میری؟ مکتب قلعه قاضی میرم مرا میگیرن در مکتب آه چرا نمیگیرن؟ بارک در کجا سرگشتگاه خود شامل میکنیم خاله جان دور از اون طرف مکتب نسوان قلعه قاضی پروایش نشو خاله جان ما بلد هستم بعد اولادار ما برن خو خیر هستک شما بری همونجا ما چطور کنیم جای ما تنگ هستک شما بری مرد نامرم هستی تی آخر ما خو گشنه هستم طفل نکن مریض هستک شوارم مسافر هستک خیمه چطور کنم ما نان ندارم که بر تو بتم جای ندارم که بر تو بتم چطور کنم ما بر تو به نیمیش تو زندگی کو به نیمیش ما زندگی میکنم نه پرده نزنی پرده نزنی پرده را بسته نکنی ما دوکان میرسیم ما دوکان میرسیم ما جای نمیریم هیچ جای نمیریم هر جایی که بریم خونه شکم خدا و داریم هیچ نمیریم نمان خدا هستیم همی جستیم نمیریم نقره نقره سلکم دو فامیل آمده در خانه ما پرده زده چطور شوم دو فامیل آمده در خانه ما پرده زده چطور کنیم مالی خواب دستر ازیو شوم بیا تانه پوت کنین که ما ببرم ایتان ها جانه نه پوت کنین بیا مقصد پوت کنین بیا تانه که گناه داره باید بای جا باشین که آدم نامرم گپ نزنین فهمیدین؟ بله اگر که آدم نامرم گپ زدین باید داره که شما انگوشتتان در دانتان بگیرین که آوازتان کلوف شوه بله. آواز زنانهی نباشه بخاطر از این که بسیار گناه استک و دو روز دنیا شما خودت در جهنم نپرتوین فهمیدین؟ بله رولوچی نکنین بله بله چرا روی تا نلوز کردیم؟ داشتیم این دست باشیم باش 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 پیاده شوین چرا روی تا نلوز کردیم؟ رای دوره که دوزخ میرین دوره مد نظر گرفتین رای نزدیک جنت سوره از فراموش کردیم داشتیم من نمیبرم شما را چای مرغا پیدا کردم تو ناق تو مکتبی سر از امروز خانم بردیم
استغفرالله استغفرالله. او برادری چی گپ هستی؟ چی حال هست؟ غیری تمام روز موسیقی است. هیچ همسایه داری رو تو نمیفهمی. بچه یک گپ زدم که موسا و دین خود ایسا و دین خود. دو سخن بگو دو سخن بشنو. تو هیچ گپ نمیشنوی. توی تا بیرم آدم هستی کلاگیش گپ و سخن تو بشنوی. یک دفعه گفتم دو دفعه تو گفتم که ما تمام رو به موسیقی خود نمیدون. ما گفتم که تو چی رقم مسلمان هستی؟ ما شیطان دل رم دارم، تو مسلمان هستی دل رم نداری. ما به اینجا لوچ میلرزم از خونو، تو به خونه گرم ششته هستی. تو مسلمان هم هستی، پنج وقت نماز تم میخونی. دروغ دروغ نیست، تو موسیقی رو سودا کن کالا بختت بکو. ما از خاطر تو هم موسیقی رو گوش میکنم که تو یا تو گمشی یا من. ولی چه رقم زندگی است که تو تمام روز موسیقی میشنوی؟ من تمام سال همی به خاطر این موسیقی زنده هستم. من تا که تو رو گم نکنم من گم نمیشم. مرا تو گم کردن نمیتونی. من اینه این موسیقی گم میکنه تو را. من یک ذره که صداش بلند کنم گم هستی. من میگم اینه گفتم که من دامن شیطان گیردم اگه میتم رونده میشی چون شیطان. من نمی‌شنوم. از مشور نقی حرکت کردیم. اگر اختر بیاییم مرنه خود پیدا کده بتانه. ده ی اطراف آمدیم هر قدر شاره بگرده پیدا کده نمیتانه. خیچی تو کنیم آخر. ای خدایا چی تو کنیم؟ دیوان اسم شاه داری؟ نام شاه داری؟ ای کماندان صاحب نام شاه ندارن بایانش گوی بایانشو 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 هیچ هیچ لیوه شای خیلی بابا کجا میرفتی؟ چید میشه بابا؟ بابا خسرم استک پشت خانه و جای میگشتیم در و در هستیم. دهی وقت شد دیگه وقت نبود که میرفتی شما؟ خود چی کنیم دیگه بی خانه و بی جای هستیم پشت خانه میگردیم. چی از زیر چادرید؟ زیر چادریم چیز نیستش تو کم استک نترسن سال که ببین امیال یا مرزی زیاد شده گشنه و تشنه هستیم در بدر بی خانه و بی جای هستیم. کجا منه شما؟ هیچ جای نمیریم. چی از زیر چادرید؟ چتریس. سلا نباشه؟ نیستک سلا. نشان بده. نشان بده. بازش کن. بالا سر خود. کجا میرفتی دی وقت شب؟ پشت خانه میگردم. پشت رقمی خانه دی دوازده بجه شب پشت خانه میگردی؟ بله صاحب سیاسراز کتیمو. چیت میشه سیاسرا؟ درست! سر نخلی! سر نخلی! نون میخوری یا شوخی جون 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 نون میخوری اینا بر تو بون شما جون مایی بچه را دیدی که ما دیگه چشتو کنید سولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نقرا امروز مرغم تخم نداد بر بچه پخته کنم بچه زیاد کش نست. تخم نداد امروز؟ نه مرغ تخم نداد. پدرمم چیز نگفت؟ نه کاکایم چیز نگفت.
شیر بده برش. ما خو شیر داشته باشم که برازو بتم. هرچی کشت میکنه ایت شیر پیدا نمیشه. ما چطور کنم خیم؟ خیلی چطور شوه اگه تو شیرم نداری که ای برازی بتم. مرغم تخم نمیتن. یه خوب مریض است، یه خوب بتر میشه، مریضی ایسی زیاد میشه. خیلی چطور کنیم؟ ایت شیر نیست، هرچی کشت میکنه نمیتونه خورده. شیر ندارم. هیچ شیر نداری ایت سرم؟ نه، ایت چی هست که ما بخورم. چطور کنم خی؟ ما دینه روز رفتم دبار یختر، از مسافر و از موتر وانا زیاد ما پرسان کدم به خاطر چی که آمده یا نامده. ما چطور کنم اگر اونه بیایه؟ هیچ پرسانش ندادن، گفت بر ما معلومات نیسته. پدر مگه بشنه وقار میشه، هیچ کس معلومات نیسته. کاکا بله. امروز مرا بانک پشت اختر برم اول شبی گیرم که از مسافرا که چی شد تا کجا رفت؟ چی میتونی ما پرسان میکنم؟ سلام، اینجا چی میکنین شما؟ سلام، خوبه؟ اینجا چی میکنین؟ مادر خواهدم که در مکتب شامل کنم. مادر که در مکتب آوردی؟ نه، شوخی کردم، اما دخترای همسایه را آوردم در اینجا در مکتب شامل کردم. خب، آقای شامل اکلی جب دیو کنین، ما بحث از نکش مه بحث از خاطر دخترای مدرسه مادر بیچاره تا اینجا تکلیف میتی، ها؟ پیشی نه لغدا خوگی یین باشه که مجلی بخواه کسی یزه که یین بسیار خوب همیشه من میبینم بیچاره رو پای پیاده میگردانی چرا دا بایسکل نمیگردانی؟ نه خیر گناه نلگی نه خب خوه گزم مسر خوزوه نه در چه تکیجی نه دا بایزکل بده کشه و پردال پاش در نموبروم دا داکتری را خب بسیار خوب دیشو شما دا کجا رفتین از اونجا یک دفعه؟ ما رو پدر ما برد و طرف جای دور برد پدرم از بیروبار خوشش نمه میگه کسایی که محرم نیست که دزوان ما زندگی نمیکنیم متاسف است ما را بروی گپ از او گپ نداشتیم که بزنیم مورا همه از اونجا آوردن ده اینجا که بعد دیگه مردم هم آوردن خوش ما رفتن دیگه خواهی نمی مقصد جای شما خوب است چرا خوب یک دفعه مور ده اونجا میرین مگن که باید ده اونجا باید بسفادگان چه مورن ده جای دیگه خواهی تو نامرده دیگه دیشو خبرار گوش کرده؟ نه در رابطه با بنظیر بوتو میگفته که باز خود خود برای ریاست جمهوری پاکستان کاندید مونه نشنیده؟ نه راستی؟ نه من نشنیدم هیچی که پای گفته باشه باز کاندید میشه؟ فقط یه خبر کوتاه بود دیگه خودش سخنرانی نکرد حرف نگفت فقط در اون رابطه گفته که او میخواه کاندید کنه خب من از تو خواهش میکنم امروز نامه یا مجله رو برمه خیر است پیدا که زود حالا خب فقط از ما باشه یا از کس دیگه هم باشه سخنرانی رئیس جمهور کس دیگه باشه فرق نمیکنه مقصد سخنرانی زن باشه میخوای رئیس دولت شونه؟ آلی نه در مکتب کارم است خوش دارم که درباره رئیس های جمهور که زن باشه گپای بشنوم بفهمم که اونا چی چیزای میگن چی حرکاتای میکنن چی گپای میگن که اونا رو مردم انتخاب میکنن چرا مردم اونا رو دوست دارن خب ما سعی منم کوشش منم شاید پیدا کنم بریم مادر آلی کنم سوال ما از نقره ای است که تو خودت یک زن چطور میتونی که رئیس جمهور شدی وقتی که رئیس جمهور شدی به طبقه اوناس چی کار خواهید کرد مثلا ما در دوران طالبا در خانه بودیم شما چی میخواین که وقتی که از رئیس جمهوری داد میزنی چی میخوایی بر ما بکنین
اگه ما رئیس دولت افغانستان شوم در آینده، اولا بر وزیر وزارت معارف میگم که وزارت معارف زنا را، بخش زنا را آنقدر وسعت بده، آنقدر خوب بر زنا تعلیم بتن که زن بتنه به پای خود استاد شود. سعی کنم اول من خودم 20 ساله هستم، با یک دختر 12 ساله به یک صنف درس میخوانم. سوالم از مینا است که مینا پدر تو در اثر راکتا در سرک کشته شده و شهید شده، خودت هم که در بازار میبرآمدی طالبات تو را شلاق میزدن، لط میکردن، تو با امو طالب که رئیس جمهور افغانستان شدی با او چی میکنی؟ او را چی کار با او انجام میدی و با او چی میکنی؟ اگر من در آینده رئیس دولت افغانستان شوم، من امیالم طالبایی که ما را شلاق میزد و پدرم از دست اونا شهید شد، ما آنها را میشناسم و آنها گادیوانی میکنن. مگر من دروشان بیارم که دانواز کنم که شما مرا آزار اذیت کرده بدین و مرا شلاق زده بدین، در بازار رفتن نمیماندین، ما اونا را بگویم اونا یک لحظه زنده نمیمانند و به زودترین وقت شاید از بین برن، اما ما بروش نمیآوریم. تو با اصلا با طالبا چی میکنی؟ چه اگر من رئیس جمهور افغانستان شوم، حکومت را من پیش میبرم، سر روی دست میارم که دیگه هیچ طالب به وجود نبیاید و من طالب را هیچ آزار و اذیت نمیکنم و نمیکشم و نمیخوام که به وجود در افغانستان بیاید. خب شاگردها، این سه نفری که خود رئیس دولت کندید کردن سبا باید پلان کار خود تنظیم کنن و ما به اونا رای میدیم، بعدا اونا رو به وزارت معارف معرفی میکنیم. من ایسه رئیس دولت آینده افغانستان و این یک نوع تمرین دموکراسی است بر ما و شما دخترها و زنهای افغانستان. ما و شما نباید تنها به چی فکر کنیم؟ به این فکر کنیم که رخ بشوریم، اولاد تربیه کنیم، بلکه به مسائل ملی وطن خودم فکر باید کنیم. سلام، من سخنرانی کرزای آوردم، از زن گیرم نمد. من سخنرانی کرزای است، تشکر. یک جهان خیر ببینید، تشکر، جور باشی، زنده باشی. اما شما هم دیگه اینجا نبیاین که مردم گپ میسازن بعد از تک. رئیس جمهورم همیشه همیت محافظه کارم. مردم گپ میزنه خوب بعد از نه؟ تشکر، یک جهان خیر ببینیم، بامان خدا. خواهش میکنم از پشت من نبین، مردم بد میگه، گپ جور میکنن. خواهش میکنم از پشت من نبین، مردم گپ جور میکنن. رئیس جمهور که خواهش نمونه، شما دستور فرمایید، ما دیگه نمایید. خود دستور میتونم دیگه نبین، مردم گپ جور میکنن، لطفا نبین.
برسان که از موتروانا که اختر در کجا هستن؟ ندر اختر شما نمیشنسی ندیده این اختره اختره ندیدی کاکا؟ همه اختره ندیدین شما؟ اختر چیکاره بود؟ اختر موتروان همه کواره رنگ شرکم بود کوارش ما بین قد از چشمای میشی داره نومش اختر است چکم موکش نه همون مردم موجود شده خیلی سرفتی چی خاله جان نو از پاکستان آمدین؟ بله آ شما خبر نداشتین در پاکستان رئیس دولت زن است یا مرد؟ هیچ نمیفهمم که زن است یا مرد ما پنج وقت نماز میخواهیم روزه میگیریم خطخان نیستیم در مطب نرفتیم، 7 ساله دختر بودیم پاکستان رفتیم اوجه توی شدیم، صاحب اولاد شدیم، مادر 7 اولاد شدیم، حال در کابل آمدیم ما در سر اسب بخار رفتیم، تیارا که بمبار بکنیم، در غارای کوه میدر آمدیم وای روز شکای ما سر بود، یک روز گوشته چی میکن؟ همونجا کاکا موتر تکر کده بود، حالاتش خوب بود دک نشوی افگار شده بود؟ افگار شده بود، کم توشیش نکنین پامیدی ما دیدیم دمی یک روز دو روز پس میه خارج میشه ما بسیار پریشان بودیم امی بخیر صبح از شپخانه خارج میکنه رای میکنه خیر ببینی خانه تا بعد خیر ببینی بیاره خیر تشویش نکن سفره بمشوی میره بخیر میره بگی بخیر مارو بخیر الله اکبر نقره تو چطو کدی مکتب تا ترفتی آنی؟ آه ما رفتم بی بی لیلو ما ما رفتم مکتبم رفتم امی معلم مادر چند روز است ما را میگه که بر من میگه تو لباس سیاه باید داشته باشی چادر سفید باید داشته باشی اما مخ پوشیده نمیتونم پدرم مرا دعو میزنه پدرم که خوش است که زن درس بخونه یا کار کنه چطور کنم من این آله استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله آبا جان یک چال انداخته این یک در آرام باشین ما را در نماز خواندن نمیمونیم که ما نماز خدا بخوانیم از خدا نمیترسیم دی چال انداخته باید باشین برید
لیلو ما پشت او میگردم، هنوز او پیدا نتانستیم. پدر جان برای اسبت پشت او میگردم، خو اینجا او نیست. صدای او میایم مگم او نیست. بابا پوشتی او بگردم اینجا، فکر ده بگی که ماینت نزنم. سایکو سایکو که کل اشاره کن فکرفت یکی حال است.
سای کویالا که ماو به کاورت بیارم. تو از پستی نمی فهمی ایوان هستی باشیم گوش کو. دنیا را کفر گرفت. تو چی خبر داری؟ تو حیوان هستی نمی فهمی باشیم. ما می دانم دلم. مردم کلش جو جو تکه تکه شد. کلش خراب شد. وطن خراب شد. تو خونه خورده ای باش که ما همی جولم سرت پرتم که گرم بی شار خوب او رقم شد. خونک نخوری که تو ایوان هستی گردن ما بسته خوشو. تو سیکو هیرو لوچی را سیکو دنیا را کفر گرفت. تو خو ایوان هستی نمی فهمی فرق کفر ایمان کده نمی تونی. تو دقمش کم به خود مونده که ما بخش تلف و جو که بیارم پرتون بخوری. از دست تو هم ما خسته شدیم. آخر ما چی خواشد؟ هلو مستر، هاو ار یو؟ مای نیم از نقرا. وات از یور نیم؟ پاردون؟ وات از یور نیم؟ شوم. What? Jerome. Jerome. Yes. I am from Afghanistan. Where are you from? I come from France. France. What is president? Nah. What is president? President name. Pardon? Valia,
Yes. President name. President name. Bale. Yes, yes. My president name is Mr. Chirac. What? Mr. Chirac. Mr. Chirac. Yes. Thank you. What do you want? Hi. I am her friend. Go back. شما پرسان کنین که رئیس جمهور از یا چه قسم سخنرانی کردن که Can I be her translator? Please. از اینا پرسان کنین که رئیس جمهورشان چی گپایی گفته چی سخنرانی هایی کرده که مردم شورا انتخاب کرده بر ریاست جمهوری. What was your president lecture which met him as president? I don't know. میگه که من نمیفهمم. نمیفهمم. خیلی که نمیفهمم. ازشان پرسان کنین که چه قسم رای دادن مردم که این رئیس جمهور شد؟ So why did you vote for him? I can't say that. I'm a soldier. I don't interfere in politics. چی میگه اینا؟ خو سرباز جواب نمیخواد جواب بگه. اما ما میفهمم که چی بوده. مردم رقیب شراک و دوست نداشتن، از مجبوری با او رای دادن. Excuse me, why are you here? Me? Because of you. And why are you here? Me? Because of her. She is next president of Afghanistan. Really? Yes. چی میگم؟ مگه سلام نظامی داده. تو هم سلام بده. A president in your country must be better in a lecture or in a salute. It's better for him to be in a political group, so he will have a lot of fun. Then he can make the tax free and good publicity. مگه که تبلیغات کن برو نکس مکس بگرین تا در دیوار دین بعضو زمان مردم میاد شما رای میده. ما خب پیسه ندارم. خب اونجا مارم پیش یک از دوستای مکس مندازیم بعد ما پولش حساب مونیم. Now it's better for you, please, to leave me alone. Because they are coming from investigation. بیا بریم برای تبلیغات عکس بندازیم. وقتی رئیس جمهور شدی با ما چی پست میده؟ تو باید دریور ما باشی. مگه شنیده که کردن و سیخ مگن خیرات میده؟ خب اگه ما ایره قبولم نداری پس ما دریور میشم، تو باید رئیس جمهور باشی. چطور؟ نه لطف داره و تم نخو یک چیزایی بده با ما دیگه یک پستایی. خب چرا میگیری؟ پس باید رئیس نظامی باشی. بخش نظامی باید ریاست داشته باشه. مشکل مو همیشه همی بوده دیگه، که هیچ کس در جای قرار نمیگیره. ما یک شاعر است و مرد از چی چی کار؟ تو شاعر هستی؟
آخ شاعر هستی پس تو را سرپرست بخش تبلیغات مقرر می سازم چطور؟ تو خود تو وقت رئیس جمهور میشه مفهمی که از نقره تبدیل به طلا میشه. ما باز همون دمو پست بمونم؟ خب من دریور میشم تو باید رئیس جمهور باشی دیگه. نه لطف داره بودم نه. خب فکر میکنم تو میخوایی که سطر ازم ما باشی یا معاون اول ما باشی. پس وقتی که من طلا باشم خودت دیگه اختیار داری هر پست رو که انتخاب کنی. حالا یک کمی بخند؟ آه کمی گوشواره خم درست کن؟ الان یک عکس بندازم؟ بچیم عکس خو برایتون میگیرم مگم کاغذ قیمت چیده پولش بیشتر میشه باشه تو عکس بندازم ما پول کاغذ میدیم خب بچیم شما متوجه باشین؟ حالا عکس بنداز تو؟ درست همونته متوجه باشین؟ سه چهار پنج ختم شد یک عکس برای چی میگرفتی؟ خوبه اما تو خوبه الان بندازی یک عکس کاغذ قیمت چیزه که بس پول کاغذ ازتان میگیرم پول ندارم دیگه تو یک رقم حساب مونم دیگه متوجه باشین ختم شد روزی چند قدر اکتا یا چی میکنین شما؟ نخواهی رئیس جمهور شما؟ این رئیس جمهور تعجب از والا مرق بی خنده میگیره نه، آلی نمیخواییم رئیس دولت افغانستان شما من یک سبر مکتب میخواییم بگیرم اونجا رئیس دولت میشم درست کال برای مکتبه اما راست راستی میخواییم مثل به نظر بطور رئیس جمهور شما این رئیس جمهور چی میکن؟ روزی جان شما حالا تو عکس خوب اندازو؟ متوجه باشین؟ شور نخرین یک دو سه چهار پنج ختم شد ما که در پاکستان بودم در روز جشن به نظیر بوتو از جشن که تیر میشد امشیر جان شما را میگم متوجه باشین در روز جشن تیر میشد همه که سرش رشخند میزد اولادش از پشتش پیش مادر کلانش بودک مردم میگفتن این رئی جمهور است یا شوهرش رئی جمهور است خوب است که زنا شما را به دنیا آوردن اگر نی از امی کارم منکر بودین میگفتین زنا امی کارم نمیتونه حالا کم قاشق ترش کو خیلی خوبه برقه خم کم پایین کو چون همه به خندک رای نمیده بعضی ها به قاشق ترشی هم رای میده راز جان قدر عکس میگیری پیسا میگی ندارم اما قدر عکس به نظیر بود تو نگرفته که شما قدر عکس برای زیم شیره میگیری حالا در اینجا معلوم نیه که مردم در خنده رای میده یا در اوقات ترشی رای میده ایت معلوم نیه تو هم بخندو اما اوقات ترش بگر آرمت درسته حالا یک عکس بنداز راز جان باید سیاسر قهر باشه خشم باشه که همه گیورش خوب بگن متوجه باشین قهر باشین همتا همشیر جان پیشانی تو ترش بگه متوجه خب حالا نه اخم کو خب نه خندو هم چادری تان تا کنی چادری تان تا کنی ای از هم اکس ها کده ایجاب تر شد خوب شدک از او اکس ها کده زن باید در خانه باشه کارای خانه رو کنه یک اوتو کنه جمع کنه جارو کنه دیگ پخته کنه اگر او عامله دار شد و را بره کل گیرش خندش میکنه نباید این زن رئیس جمهور شد تو اکس های خو بگر پول بگر تو رو به نظر بود تو چی کار کجا رفتی دختر کجا رفتی دختر نخره این طرف سیر کو تو مگه بایی اوسلخ میخوایی رئیس جمهور شنه مگه مو چی گفته که توی قد ناراحت شده اینجا که افغانستانه مگه در امریکا و اروپا چند نفر زن رئیس جمهوره حالا خب تو ناراحت نشو اگر رئیس جمهور شده با ما یک پست مهم دادی ما تور جدی میگرم
یه دفعه سهل کو. آخه خیره که با ما قهر هسته. خب بیا اکسای سهل کو یک دفعه ببین کدومش خوب شه. امور ببر برای تبلیغات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل چی گپ هسته؟ چی گپ شده؟ مینا جان مرد. مرد؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون.
جان بابا تا خراب میری بیا بالا شو بابا شد بچه کار دختر کار برو بچه هلا کجا میری؟ پدر از یه خونه بیخیز شار شار کفر هیچ مسلمانی نیده اینجا زنا لیدو شده شما در بازارا میگرده خونه خاطر از اینه میریم بخیره نشون میریم که اگر بریم اگر در خاک مسلمان بریم اگر مردیم آمده تو چند سلام، خوبی؟ چرا عکسای من اینجا چسبندی؟ خب، دارم شرایط آماده مونم که تو بای سخنرانی کنی خوب سخنرانی کن میفهمی اگه پدرم ببینه سر من قار میشه من رده او میزنه عکسای خیلی خوب شده نه؟ من تنها میتونم بر خود گپ بزنم من از گپ زدنم رای مردم میترسم نفسم قید میشه قلبم میتفه بیخی وار خطا میشم نه من رای مردم گپ زدنم میتونم رسته ها شده تو باید خیلی زحمت بکشی خیلی تمرین کنی تا بعدن بتونی برای مردم خوب گبرانی کنی یه رئی جمهورایی دیده که خوب گب میزنن قبلناش خیلی سخنرانی کدن شنیده که مگه کار نکو کردن از پر کردنه رسته ها شما من خمیر راز باید بگیم رسته ها شده مشکل ده اینجاست که اونا برای بار اول چه قسمی سخنرانی کردن اتفاقا خیلی هم راحته ما شنیدم که خیلی از رئیس جمهورها اول برای گاوگوزفند صحبت مانن بعد از او وقتی برای آدم هم صحبت کرده خیال مونه که همو گاوگوزفنده دیگه صبر کن ما یک راز میخواییم با تو بگیم ما اول شرایخ برای گاوگوزفند میخواندم بعد برای آدم ها گاوگوزفند خب شعر شاعری رو بلد نیست شاعرها شعر خود از طبیعت الهام میگره طبیعت هم که خودش رو خوب مفهمه ولی یک شعر برای توردو میر بگر بعد بخوانو بعدا خستان یک شعری هست که یک شاعر اسپانیایی برای مرگ یک گاو گفته او خیلی گاو گوزفنده او شعر دوست داره دا
در ساعت پنج عصر، درست در ساعت پنج عصر بود. باقی همه مرگ بود، تنها مرگ در ساعت پنج عصر. و گاو نر تنها دل بر پای مانده در ساعت پنج عصر. و گاو نر تنها دل بر پای مانده در ساعت پنج عصر. مرگ در زخمهای گرم بیزه کرد در ساعت پنج عصر. در ساعت پنج عصر به هیچ بیش و کم در ساعت پنج عصر. های چه موهش پنج عصر بود، ساعت پنج بود بر تمامی ساعتها. ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه. اینکم ما اوست خفته خوابی، نبیداریش در دنبال. نمیخواهم چهرش را به دست مال فرو پوشند تا به مرگی که در اوست خو کند. میخواهم مرا گریه آموزند چنان چون رودی با مه لطیف و آب کناران جرب تا پیکر گاو نر را. رایی جان با... ترا تو گفته بودیم این چه هستی در قد یکم این دفعه میخوانیم خود لط قول را کلا بکن تو خب یه شیرو نوائی تو خود دست به ما دادی که درسته که قول دادم ولی یک دفعه میخوانم دیگه نمیخوانم ولی وزوی تو خب همانی کرایوی چه مکوه دا کار بیا شیرو نوائی آقا دادا چی آقام جا غایو شیر نوائی زدتا منی کوم تلگه ام آقا شیر که پلکی میخوانم آموزن چنان چون رودی با محل لطیف و آب کناران جر تا پیکر گاو نر را با خود ببرد. نه گاو نر بازت میشناسد، نه انجیر بون، نه اطفال، نه مرچگان خانه است. چرا که برای ابد مرده ای. های چه موهش پنج عصر بود، ساعت پنج بود بر تمامی ساعت ها. ساعت پنج بود بر تاریکی شامگاه. باقی همه مرگ بود. بچه ما تو روزی خاطر آوردم که ما کتی تو درد دل کنم. تو دل ما چه خبر داری؟ هوا کشیده نمیتونم. که وارثم خبر میشه که شوهرش فوت کرده
دلپایی در میدان ماند. تو خو نمیفهمی، یک کب و جوا میفهمی. یک وقتی که جوری اتفاوت کرده بود ما میکشیدی، چی رقم ها میکشیدی، ها نکش که جوری تو چیت خبر میفهمه. ها کشیدن اما ها نکشیدن چقدر سخت است که آدم ها نکشد، چقدر سخت است. بچیم جورت که مرد کسی برات گفت یا خودت خبر شدی؟ خدا پوت کنن که اشتو خنک نخوره. اشتو گریانم نمیکنه، شیرم نمیخوره. خیلی چطو کنی؟ کاکا جان، از مشور نقی حرکت کردیم. اگر اختر بیایی مور نخواد پیدا کده بتانه. در یه اطراف آمدیم، هر قدر شار بگرده پیدا کده نمیتانه. خیلی چی تو کنیم آخر؟ کاکا، مشور میماندی که اختر میامد باز حرکت میکدیم میترد. کاکا جان، سل کن، گپ مرا مشنوی. اگر اختر از اشار بیه، ما شما رو پیدا کده نخواد بتانه. ما شما از پیشش گم میشیم. کاکا جان، گپ مرا مشنوی، خیر است. یا اسپان گوش نشده بارشم گاڑی هم بسیار گرانگ است. این بیچاره تکت تکه شد که از بسیار زلال شده، بسیار زلال شده. من پیاده شدم که از تکت تکه شد. اشتو که ایچ گریان نمیکنه؟ خواب رفته که گریان نمیکنه دیگه. ایچ چورام نمیخوره، گریانم نمیکنه. خواب ها سرد هست، خواب رفته. کاکا اگر بمره چطور کنیم؟ نمیره، خدا نکنه. نقره، سلکو تی دستتا بزن، اشتوک بسیار یخ کده، سلکو، تی ببین دستتا، سلکو، هیچ وقت قدر یخ نکده بود.
جانش تو بیخ یخ کده، بسیار زیاد یخ کده. تو دستت بزن ببین سال کن. بچیم بچیم نواسیم جانی چیخ کردم میموره میفهمی چرا رقم آتش کن یا یک او جوا میفهمی
لیل ما گریان نکو، مگم کس خوابی عمیق رفته مرده، مگم نمرده، یک وقت بیدار میشه. لیل ما گریان نکو، بچه نمرده، یک وقت بیدار میشه. لیل ما دور سی کو، خدا یک نفر برای ما فرستاده، میشه که ما را غمی ما را بخوره. ریاتنا لوچ کنین پیر مرد است. السلام عليكم بشر. او داري ياك درخت خشكت بسر تپا اوش كما برو بيار ليلو ما توم برو پشت تپا خروز و اسب و مرغ او بته. کجا می رفتی پدر؟ قندار. خر چرا مرد؟ گشنگی نمورم. چار ماه منزل کنم. آره نمورم. ما میرم. کنده ها او نبود، عبودی نبود، رای کنده را گم کردن. کندار چی میکدی؟ کنده ها که میرم پیش امد ملا عمر خاطر ویش زدیدا این نبرد جلسه دلم نمیشه که بتم یا نتم. دل دادن امریکا بتم یا نتم دلم نمیشه. این مسلمان ها بدت کافران نمیتم. بسیار دیر کردی. دل دادن نمان است، مسلمان است، این کشته می شود، عدد کافران نمید. دیر آمدی، پدر. برگرد، از رایی که آماده ای، پس بگرد. شوهر امریکا گرفت ملی نادن و ایچی مولا عمر فرار کرد. شهر کابل از کفر گرفته، مثل که خدا مرده. نعوذ بالله. غضب خدا نازل شده که شهر کابل دان واس کنه، کل مخلوق خدا را یک دم قرد کنه. خدای نمیمورن؟
غوی نمیمره، خر میمره، گاو میمره، دریا خوش میشه، دریا میمره، کل شهر کابل کفر گرفته، مثل که خدا این کافر شده. امانت تو را رو بدی، پس امانت تو گرفتی. نه، خوابادی نیست که آدم پسان کنه که چی کار آمان با ما نبالد را را گم کردن. عبادی نیست که پرسان کنن. اونمو جا جا با جا میشنن. آی، چی موهش پنج عصری بود. ساعت پنج بود. بر تمامی ساعت ها. ساعت پنج بود. بر تاریکی. فیلم پنج عصر رو دیدین، ساخته سمیرا مخملباف. فیلمی درباره رؤیاهای زن افغان و مشکلات و مصائبش در یه جامعه به شدت مردسالار و سنتی و در عین حال جنگ زده. خانم مخملباف با ما هست در سینمای کوچک آپارات. خانم مخملباف، شما بعد از اینکه فیلم تخت سیاه رو ساختید در کردستان ایران، چطور شد که از کردستان به افغانستان رفتید برای یه فیلم پنج عصر؟ قبل از اینکه 11 سپتامبر اتفاق بیفته، انگار افغانستان تصویرش فراموش شده بود و کسی این فاجعه‌ای رو که در افغانستان داشت اتفاق می‌افتاد رو ازش خبر نداشت. انگار تمام رسانه‌ها فراموش کرده بودن اصلا کشوری به نام افغانستان رو. به نظر من در واقع یه جوری رسانه‌ها انگار صدای ملت‌ها نیست، انگار صدای روح مردم کشورها نیستن، بیشتر صدای قدرت‌هان. در صورتی که سینمای مؤلف کارش اینه که صدای مردم واقعی رو بشنوه. وقتی که بابا قندهار رو می ساخت، در واقع من توی مرز ایران و افغانستان از زنای افغانی و بچه های افغانی عکس می گرفتم و باهاشون آشنا شده بودم. حالا بعد از 11 سپتامبر می خواستم ببینم که اینا کی هستن، افغانستان کجاست. آدم خیلی بدون اینکه از پیش تصمیمم رو گرفته باشم، سعی کردم خیلی تشنه برم اونجا و دوربینم رو بذارم جلوی تصویر واقعی افغانستان.
من یادم میاد وقتی که توی افغانستان رفتم میخواستم ببینم زیر این برقه کیه. توی تمام مدارس زنای افغانی که تازه بعد از سقوط طالبان تشکیل شده بود شروع کردم باشون حرف زدن، ازشون پرسیدم میخواین در آینده چه کاره بشین، و یادمه که خب میخواستن وزیر بشن، وکیل بشن، دکتر بشن. ازشون پرسیدم که آیا فکر میکنی یه زن میتونه رئیس جمهور افغانستان بشه؟ و بعد از چند دقیقه نیمی از کلاس با دلایلی که داشتن معتقد بودن که بله، زن میتونه رئیس جمهور آینده افغانستان بشه. و برای من حیرت انگیز بود این رؤیا و این شور و این جسارتی که این زن داشت. خب چرا افغانستان؟ داستان این فیلم میتونست هر جای دیگه هم اتفاق بیفته، و مثلا اگه جای دیگه این تصاویر رو میگرفتید تفاوتی داشت به لحاظ تصویری؟ من سعی کردم زیبایی تصویری افغانستان رو ببینم. این برقه هرچند که از یک طرف در واقع چیزی که زن افغان رو زندان میکنه، اما این همه آبی، این همه برقه آبی توی خیابونا یه زیبایی خاص افغانستان رو ایجاد میکنه. نه اینکه برقه زیباست، بلکه اون زنی که اون زیره و پنهان شده و اجازه بیان خودش رو نداره، این برقه با این برقه آبی، با این چترایی که در واقع برای اینکه آفتاب، این فرهنگی بود اونجا برای اینکه آفتاب آزارش نده، روی سرش گرفته، یا این کفشای زنانه سفیدی که انتخاب میکنه، زیبایی افغانستان داره. اصلا میتونم بگم در واقع افغانستان سرزمین فوتوژنیکیه. این کلاهای مردای افغان یا این ریشا اگر فراموش کنیم، یعنی اگر پشت در واقع این تعصبش قرار نگیره، زیبایی بدوی خودش رو داره. فیلم پنجه عصر شما داستان دو نسل از افغان هاست، انگار که دو تا نسل شما کنار هم دیگه گذاشتید و میخواید قصه شون رو بگید. چرا دو نسل متفاوت رو انتخاب کردین؟ در واقع پنجه عصر قصه دو نسل افغانستانه، قصه دو جنس افغانستانه. یکی در واقع نسل جوون که زنه و 7 سال زیر سلطه طالبان بوده، و به محض اینکه بعد از 7 سال آزاد میشه، در واقع بزرگترین رویاش یا اولین رویاش اینه که توی انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. از اون طرف پدر این فیلمه، پدری که بخشی از اون در واقع متأثر از یه فرهنگیه که فکر کنه اصلا زن نباید دیده بشه، یا این مظاهر مدرنیسم در واقع کفره. اما آدم بدی نیست، در واقع یک حیولا یا یک آدم خبیث کثیفی نیست که باید از بالا بهش حمله بشه و از بین بره. در واقع توی این فیلم پدر یه جوری مثل پدر فیلم سیبه، منتها در افغانستان. همونطور که پدر فیلم سیب قضاوت نشده، پدر این فیلم هم قضاوت نمیشه. در واقع من سعی کردم که دوربینم رو بذارم جلوی دو نسل مردم افغانستان، دو جنس مردم افغانستان، و در واقع زیبایی ها، رویاها و درد هر کدوم از این نسل ها و این جنس ها رو ببینم و بشنوم. ولی توی فیلمتون یه جایی هست که شما آیه هایی از قرآن رو گذاشتید در حقیقت با مفاهیمی که مفهومشون تسلط داشتن بر زنان هست توسط مردان و اینکه مردان برتر از زنها هستن. خب اگه میگید قضاوت نمیکنه، پس استفاده از این آیه های قرآنی چی هست؟ یک جایی هست که توی این فیلم یک آیه خونده میشه که میگه زناتون اگه ازتون اطاعت نکردند باهاشون همبستر نشید، و اگه باز ازتون اطاعت نکردند بزنیدشون. در واقع حتی من اینجا هم سعی نمی کنم قضاوت کنم یا نقد کنم. من دارم تأثیر بخشی از تأثیر پذیری این فرهنگ رو میگم که چطوری معتقده و ایمان داره به چیزی، و همین باعث بخشی از رفتاراش میشه. شاید میتونست از آیات دیگه تأثیر بگیره. در واقع من هم آموختم که قضاوت نکنم، هم دوست دارم که قضاوت نکنم. سعی کردم که این پدر رو بفهمم به جای قضاوت کردن. من فکر میکنم یه جوری گمشده ما اینه، فهمیدن و درک هم دیگه. اگر
به نظر من یه جوری ما فرهنگمون پر از قضاوته، حتی سینمامون خیلی قضاوت داره. اگه یه روزی ما نسلای مختلفمون، جنسای مختلفمون همدیگر رو بشنون و بفهمن، اینطوری فضای گفتگوی میشه که اون میشه در واقع آغاز رسیدن ما به آزادی و دموکراسی. میتونم بگم که من سعی کردم فاصله این دو نسل رو بفهمم، ببینم علتش چیه، آیا در واقع علتش سیاسیه یا ریشه فرهنگی داره. در واقع اگر ریشه فرهنگی داره، فرهنگ، اون فرهنگ چیه؟ من قبل از اینکه اون فرهنگ رو بشناسم باید بشنومش. پس این دوربین رو گذاشتم جلوی این دو نسل، جلوی این دو جنس و سعی کردم در واقع هر دوی اونها رو بشناسم و یه فضایی آماده کنم برای اینکه اینا با هم گفتگو کنن و همدیگر رو درک کنن. گاهی ممکنه که گفته بشه خب این خیلی نگاه از بالا کردن هست به آدم ها، ولی نگاه شما توی این فیلم یک جور دیگه ای هست. خودتون نگاهتون رو چطور میبینید؟ من سعی کردم یه نگاه آمریکایی نداشته باشم که فکر کنم موضوع فقط یک مسئله سیاسی طالبانی که هیچ ریشه فرهنگی نداره و فقط با فرستادن یه سری سرباز و از بین بردن طالبان همه چیز درست میشه. اگر قرار بود این اتفاق بیفته، پس چرا هنوز بخشی از جامعه افغانستان دست و پاش بسته است از این فرهنگی که وجود داره؟ در واقع من نگاه از بالا نداشتم. من سعی کردم دوربینم رو بذارم جلوی تصویر زیبای انسانی افغانستان تا اون رو از زبان خودش ببینم و بشنوم و بشناسم. یه چیز دیگه که توی فیلم شما برام خیلی جالب بود این بود که زنهای توی فیلم وقتی که دارن بحث راجع به رئیس جمهور شدن میکنن یا مسائل مختلف دیگه‌ای، تو جای مختلفی خیلی راجع به بی‌نظیر بوتو صحبت میکنن و در واقع از اون صحبت میکنن. میدونیم که خب در اون زمان بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان بود و به هر حال توی اون منطقه شناخته شده بود، ولی چرا انقدر تاکید روی بی‌نظیر بوتو توی فیلم میشه؟ اینا رو در واقع من از زنای افغانی یاد گرفتم در همونجا. من قصدم نبود که این حرف ها رو توی فیلم بزنم، اما در واقع این حرف ها توی اون فرهنگ بود و از زبان این مردم شنیده شد. یه سری مسائلی مثلا نقش پاکستان یا نقش بی‌نظیر بوتو که از یه طرف در واقع شعار آزادی توی پاکستان بودن، اما از طرف دیگه در واقع یه جوری در واقع کمک کرد به حضور طالبان و اشغال افغانستان. فیلم بی ساختار مستندوار داره، در این حال واقع گرایانه و در این حال هم شاعرانه. گاهی ترکیب اینها با هم برای شما توی این فیلم چگونه تو ذهنتون شکل گرفته بود؟ فیلم هرچند که در واقع واقع گرایانه و رئاله، برای اینکه تمام بازیگراش از مردم واقعی هن. و از طرف دیگه مدرنه، برای اینکه قضاوت نمی‌کنه، انسان خوب و بد نداره، اما ظاهرش سعی شده که شبیه ظاهر در واقع تصویری افغانستان باشه، شبیه نقاشی‌های کلاسیکه، برای اینکه تصویر افغانستان به ظاهر کلاسیکه و این تصویر خیلی خاص افغانستانه، جای دیگه دیده نشده. تأکید و تلاشتون برای استفاده از این نابازیگران، این آدم‌های عادی درون جامعه به عنوان بازیگر در فیلم بر چی هست؟ من میتونم بگم من فیلمام راجب مردم، راجب سوپرستارا نیست، راجب مردمان پولار یا مشاهیر نیست، راجب مردمایی که به ظاهر مهم نیستن اما در واقع اونا هم که مهمن، چون که انسانه که مهمه و من به همین دلیل با مردم عادی فیلم میسازم و این فیلم هم راجبه این مردم. فرصت دیگه ای نداریم، برنامه در همینجا به پایان میرسه، منتظر دیدگاه و نظرات شما میمونیم. با ما در تماس باشید از طریق راه‌های معمول برنامه آپارات، ایمیل ما به آدرس aparat@bbc.co.uk و راحت‌تر از اون صفحه آپارات در فیسبوک به آدرس آپاراتان بی بی سی.
با ما و دیگر بینندگان در این صفحه درباره فیلم ها به بحث و تبادل نظر بپردازین. برای جزئیات بیشتر در مورد فیلم ها و فیلمسازان هم به صفحه آپارات در وبسایت بی بی سی فارسی به آدرس bbcpersian.com/apparat سر بزنید. توی برنامه دیگه از سینمای کوچک آپارات به اتفاق سمیرا مخملباف میهمان این هفته برنامه، بدرود و پاینده باشید. خیلی ممنونم.